به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دست ما قرار گرفت. انفجار در تخار. منابع محلی در شهر طالقان بعد از ظهر امروز 4 قوس از وقوع یک انفجار در چهارراهی شهیدی شهر طالقان مرکز تخار خبر دادند. این منابع با اعلام این که در این انفجار دو تن زخم برداشتن افزودند. این انفجار ناشی از یک ماین جاسازی شده در کنار جاده بود که موتر عامل جنگجویان گروه طالبان را هدف قرار داد. مقامات امنیتی حکومت طالبان در تخار وقوع انفجار را تایید کردند، بیان که جزئیات بیشتر دهند. تا هنوز مسئولیت این رویداد را کسی یا گروه برآورده نگرفته است. گفتنی است که روز گذشته جبهه آزادی افغانستان از کشتن یک فرمانده گروه طالبان و از زخمی کردن نگهبانانش در این ولایت از سوی نیروهایش خبر داده بود. طالبان برای چین سفیر جدید منصوب کرد. با گفته منابع، بلال کریمی به چین سفر کرده و قرار است به‌زودی کارش را به عنوان سفیر جدید افغانستان در بیجینگ آغاز کند. وزارت خارجه طالبان تاکنون به طور رسمی این موضوع را تایید نکرده است. اواسط ماه استانبول نیز سفیر جدید چین در مراسم ضمن تحویل اعتمادنامه خود به نخست وزیر طالبان تاکید کرد بیجینگ با حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال تصمیمات افغانستان احترام می‌گذارد و در امور داخل این کشور نیز مداخله نخواهد کرد. و خبر فوری که تازه به دسترس ما قرار گرفت، محاصره خانه قاری فسیح‌الدین فطرت رئیس ستاد ارتش گروه طالبان. با گزارش اسپاتنیک به نقل از صدای شهروند، بر پایه گزارش منابع محلی، خانه قاری فسیح‌الدین رئیس ستاد ارتش گروه طالبان از سوی اداره استخبارات این گروه محاصره شده است. پس از ممنوعیت سفر قاری فسیح‌الدین به بدخشان، اکنون منابع محلی میگویند که خانه قاری فسیح‌الدین رئیس ستاد ارتش طالبان از سوی استخبارات این گروه محاصره شده است. منابع محلی از شهر کابل روز شنبه میگویند که پس از ممنوعیت سفر قاری فسیح‌الدین رئیس ستاد ارتش طالبان، بازداشت نورالهدا رئیس پیشین استخبارات بدخشان و فرد نزدیک به فسیح‌الدین اکنون خانه وی از سوی استخبارات طالبان محاصره شده است. منابع میگویند که از زمان شروع جمع‌آوری و انتقال اسلحه بدخشان به قندهار و جابجایی اعضای TTP در امتداد مرزها با تاجکستان، از شام روز گذشته 3 عقرب اطراف خانه قاری فسیح‌الدین واقع در بارستان شهر کابل تحت محاصره شدید استخبارات طالبان در آمده است. منابع میگویند گزارش‌های از رفت و آمد مقام‌های بلندپایه طالبان به ویژه شبکه حقانی و خانه وی نیز وجود دارد. طالبان تاکنون در این مورد اظهار نظر نکردند. گذرگاه مرزی چمن سپین بلدک دومین گذرگاه اصلی بین افغانستان و پاکستان است که برای چهارمین روز برای موترهای ترانزیتی بسته شده است. وزارت خارجه پاکستان از وضع محدودیت‌های تازه برای موترهای باربری که از افغانستان وارد خاکان کشور می‌شوند خبر داده است. پاکستان داشتن ویزا و پاسپورت برای تردد راننده‌های موتر تجاری را الزامی دانسته است. ممتاز زهرابلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در گفتگو با رسانه‌ها گفت که پس از اول نوامبر رانندگان موترهای تجارتی باید ویزای پاکستان را دریافت کنند. تاجالدین سروش همچنان روی برگه اکسش نگاشته است. افزایش بی‌اعتمادی طالبان بعد طالبان بدخشانی. منابع در حکومت طالبان میگویند استخبارات طالبان مانع سفر قاری فسیح‌الدین لیدر استیز طالبان به بدخشان شده است. این تصمیم استخبارات طالبان به دنبال تصمیم والی بدخشان برای انتقال اسلحه سبک و سنگین از بدخشان به قندهار صورت گرفته است. همزمان مولوی نورالهدا رئیس استخبارات طالبان در بدخشان بازداشت و به کابل منتقل شده است. و در پایان، رویدادهای ترافیکی در چندین ولایت. منابع محلی در غزنی، بدخشان و زابل میگویند که در نتیجه رویدادهای ترافیکی در این ولایت ها 5 تن جان باختند و 8 تن دیگر زخمی شدند. تشکر از توجهتان، تا بعد، بدرود.